دشت سانی همونطور که از نامش پیداست احتمالا منصوب هست به منطقه دشتستان در فارس جنوبی. شهرستان دشتستان که از قدیمی ترین شهرستان های ایران هست، در حال حاضر در اونجا به زبان فارسی، فارسی جنوبی صحبت میشه با گویش دشتستانی که لهجه محلی به حساب میاد و بسیار نزدیک هست به خاطر نزدیکی به منطقه لرستان به زبان و گویش لوری و خیلی از بازیگان لوری در این لهجه وجود داره. از جهاتی مشابه با گویش دشتی در جنوب این شهرستان هست، منطقه‌ای که در استان بوشهر واقعه و در همسایگی منطقه دشتستان و همچنین به گویش تنگسیری باز در استان بوشهر نزدیکه. از جهاتی هم به گویش های خوزستانی، کرمانی و خراسانی میتونیم اون رو نزدیک بدونیم. در قدیم جغرافیدانان از این منطقه به دستقان یاد کردند. این منطقه و منطقه دشتی زادگاه آواز دشتی میتونه باشه، آوازی که قبل از اون در مقام‌های موسیقی ایرانی و مقام‌های قدیمی ازش نامی برده نشده. همچنین این گوشه جزء گوشه‌های قدیمی در موسیقی ایرانی به حساب نمیاد، ولی بعدها در دوره قاجاری به ردیف ایرانی وارد شد. بنابراین میتونیم آواز دشتی رو یک مجموعه محلی بدونیم که برگرفته از همین منطقه هست. معمولا گوشه دشتستانی که با محوریت قرار گرفتن نوت لا در شور ره، اگر در نظر بگیریم محوریت قرار گرفتن نوت لا به عنوان شاهد، همون شاهد دشتی هست و ایست اولش نوت فا به حساب میاد، این درجه سوم شور، و ایست نهایی روی خود شور واقع میشه که همون نوت ره باشه. این گوشه معمولا روی دو بیتی ها سروده میشه و با لهجه محلی خونده میشه.